چطورین گایز؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. کارا هستم، الی هستم. امروز قبل اینکه اصلا بریم سراغ ریاکشن چی شد، آره میخوام بگم حمایت‌ها رو بترکونید. هر آرتیستی هم که موزیک میده از تو پلتفرمای خودش حمایتش بکنید. ساعت 12 شب هستش و ما داریم ویدیو ضبط میکنیم. فردا هم امتحان داریم. ساعت 8 صبح سر امتحان باید باشیم. مغزم الان ریدم به مغز اونی که باعث شد 8 صبح آدم ها بخوام برم مدرسه یا امتحان بدم. البته 7 صبح فکر کنم. آره. ولی ما 8 امتحان. جوینشین تو تلگرام چنل دوم و بدون معطلی بریم. لینک هم تو دیسکریپشنه. چی هست؟ ریاکشن مجلسی از توهی و رضا پیشرو. نمیدونم چرا ناخودآگاه یاد سریال پایتخت میافتم وقتی مجلسی رو میگم. آره آره منم هم همین احساس. آره. آره بریم سراغ ریاکشن. لتس گو. این آخرین باره سپاهی اینجا دیگه آخر خطه. این آخرین باره این آخرین باره زدلی اینجا دیگه آخر خطه. این شبیه ترمه است. آره, آره طرح باندانای تو هستش ولی ترمه هستش و بس آره ایرانی ها این رو آره. استفاده میکن بس از اول انگار رومیزیه. چه مجلسی؟ فریستایل مجلسی، بیت مجلسی و توهی و پیشرو با هم. میکنم. چیز خوبیه. دوست دارم. ما غیب میاد تو حلقه قیام محرک بیداری تو چی رفتی دنبالش منتظری بیاد میگی بالاخره سر فصل معدلی میاد میدونی که معلم یه شعبده ای میخواد اگه خواهی داری تو ما روشن کنی سیگار. ببین من خیلی وقتی که پیش رو اینجوری میخونه خوشم میاد. آره. فلاشو تغییر میده. یاد اون افتادم که ترکی بود رپر قدیمی. آره هنوز هم رپر قدیمی چیز اونجا هم یه همچین چیزی اومد. یه ذره آره ولی کلن من این سبک خوندن پیش رو خیلی دوست دارم وقتی فلاشو تغییر میده. نایس. به نظرم کار خیلی قویه. بریم گوش بدیم. زری بیاد میگی بالاخره سر فصل معدلی میاد میدونی که معلم یه شعبده ای میخواد اگه خواهی داری تو ما روشن کنی سیگار فکر نکن مثل دشمنم نوکرم و بیکار که نهایت بتونه کنه قدرتم و شیاد مثل مارت هست مرتب نیشام تو کون شما چاقالا که پر از جب سیاست فقط به نشون بده کتم تن کیاست یه وقتی نبودم شده میکروفونم بیال. ببین یه جورایی یه ریز دیسی اون زیر میرا داره ها به نظر من. آره فکر میکنم منم یه تیکیه هایی حالا انداخته به کیشو خدا دانت. طبعا نشام تو کون شما چاقالا که پر از جب سیاست فقط به نشون بده کتم تن کیاست یه وقتی نبودم شده میکروفونم بیال. بگو سلام وقتی که از اینجا رد میشه. اوه بزو بزو اونا بیان اونجا ترکی هست همه گلا خیار پاشو بیا کلی سری دولارارم بیا میفهمیم ولی چه تیم خیلی. ببین توهیم باز برگشت به قبلش توی این ترک. آره. به نظر من به نظر من توی این ترک داره خوب آره. رپ میکنه. یعنی توهی یه جوری شده بود توی اخیرن رو میگم و حالا یه ذره اخیرتر منظورمه از اون همیشگیش در اومده بود از اون توهی قدیمی در اومده بود که قشنگ ما ازش رپ میشنیدیم و یه مقدار سبکش ملوتر شده بود ولی الان توی این ترک با رضا به نظر من خیلی خوب یاده یه ترکی از فکر کنم حسین و عرفان که میگه تو ماشین نشستن میگن دادا الان پلیس فلان جلوته اونطوری دو نفر با هم یاد اون منو یادم نیست اگه یادتونه بنویسید برام گوش بدم. اونا بیان اونجا ترکی هست همه گلا خیار پاشو بیا کلی سری دولارارم بیا میفهمیم ولی چه تیم خیلی شیریم انگا کیکیم بیبی هستیم بارو هستیم بالا یه رو فیتمونم میاد با اسلیم شیدی چیکی 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 چیگیلی جمع کن چی میگی ادامده فکت و رخ تیریدی توی پیش رو یه ها تخ میرینی. اوه
چرا یه هر رو ما میگیری؟ ببین اینجا میگه این که دیس نیست همینجوری، ولی داره مسخره میکنه. آره. به کی دیس دادن؟ به کی دیس دادن این دوتا؟ فکرت و رخ تیریدی توی پیش رو یه ها تخ میرینی آده چرا یه ها رو ما میگیری؟ این که دیس نیست همینجوری. این پیش رو بود؟ فکر کنم یا خودش بود؟ من فکر خودش بود. نه خود توهی نیست. من آخه نمیدونم بگم یا نه. من احساسی هم تحصیل شبیه صدای تتلو بود. بذار یه مغزم شاید شاید مغز من اشتباه. نه با هم مشکل ندارن آخه. نه نمیگم که مشکل. آخه چرا یه ذره با هم مشکل دارن، یه کوچولو با هم مشکل دارن از بعد از اینکه هم توهی گفتش که به خاطر طرز فکر آره تتلو. آره پیشرو هم که کلن به مشکل خورده بود از سر یادم کاری که قرار بود دفعه پیش با هم دیگه بدم. ولی سب کن لیم شیدی چیکی 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 چیگیلی جمع کن چی میگی ادامد و فکرت و رخ تیریدی توی پیش رو یه ها تخ میرینی آده چرا یه ها رو ما میگیری؟ نه تتلو نیست. من نمیدونم ولی نوع حرف زدنش من یاد تتلو انداخت. آره نوعش اونطوریه ولی چیکی چیکی چیگیلی شو یاد آهنگ چیگیلی چیگیلی تتلو. ولی نه نمیان صدای تتلو رو بذارن مطمئنم. من فکر نمی کنم بذارن. آره ولی شاید یه دیسلیزی داشته باشه به هرش. شاید نمیدونم تهمایه های شبیه باشه هست ولی خودش نیست که دیس نیست همینجوری. هی اگه دیست بدیم یه اون میشه نست کشی چاقی رفت نمی کنیم و از خوشی ولی تو رو میکنیم لاچی از گوشی یه چی لات میره حتی اگه وست روشی تو که شماره یک بودی حالا پس کشی کسی هم شعر کنه. ببین میگهش تو که شماره یک بودی حالا پس کشی. تتلو هم میگفت شماره یک بیداره. آره. چیزه میتونه به تتلو توهی داشته باشه. آره من احساس کنم یه تیکه های ریزی به تتلو داره میندازه چون با افکار تتلو مخالفه. آره بچه برامون تو کامنت ها حتما بنویسید ولی من احساس میکنم که یه تیکه های داره میندازه، یعنی مستقیم هم داره میندازه. میکنیم لاچی از گوشی یه چی لات میره حتی اگه وست روشی تو که شماره یک بودی حالا پس گوشی کسی هم شعر کنه میشیم دست تو جیب یه چی بیرون میاد بدتر قممه میکنیم شل و پله به پا سر و وزه به هم نریزه و نداره هوا بره یه و نمالنه چوا بشه برادرت میذارم فنا درت من که جای برادرت. ببین ببین موزیکش و نحوه اجراشون به تخممه، یعنی آره. داریم دیس میکنیم ولی به تخم نه عصبیم نه داریم زور میزنیم دیس نیست. آره. خیلی جالب بود ولی بازم اینجاش خب گفتش که سب کن یه ذر برم جلو یه ذر سب کن بدایی کنم میذارن فنادرت من که جای برادرت. خب حالا دو تا معنی میتونه داشته باشه ولی من اون معنی دیگه‌شو پاس ربط میدم به تتلو. من یعنی این احساسم و میگه احساسم اینو میگه ها نمیدونم شاید هم اشتباه میگم. اینو گوش کن ندادیم فردا سر ولی نگو همه چی بینمون برابره این بازی برا منه امضا در آخرش. اوه پرونده رو بست. دوست داشتم بیشتر پیش رو بازم آره، بخونه. آره پیش رو خیلی کوتاه بود ورسش. منم خیلی دوست داشتم بیشتر ازش بشنوم به خاطر اینکه این سبک رپ کردن پیش رو من خیلی آره. دوست دارم. یعنی من حقیقتش سبک قدیمیشو خیلی بیشتر از آره. این سبکی که الان داره به گوش من شنونده به سلیقه من باز نیاین بیاین بگیرین رو من قصی بی احترامی چیزی ندارم فقط میگم به گوش من سبک خوندنش و منم قدیمش رو بیشتر میپسندم و بیشتر به گوشم یعنی آشناتره برام میدونی چون آره. شاید اون زمان ما و الا که جز به قدرها هستش و نسل یکی کسی نمیتونه بگه اصلا بالا چشتون عبر کی جرات داره درسته. ولی امیدوارم که لذت برده باشید. از نظر من یه ریز دیسایی به تتلو داشت. آره میتونه داشته باشه. نه من فکر میکنم داشتش. آره شما هم نظرتون تو کامنت ها بنویسید و اینکه اینستاگرام های ما ایدیاش این بالا میره اگر دوست داشتید میتونید تو اینستاگرام دنبال بکنید. چشام داره کور میشه فکر کنم از ویدیو بعدی منم عینک بزنم نصف شب یا علامه نور تو صورتمه. تا یه ویدیو دیگه خودتون باشید. خدافظ.